کیهان به اشاره به خوانده شدن اسامی زندانیان آزاد شده از بلندگوی زندان افزود: با خوانده شدن هر اسم اجتماع هزار نفری مردم درود می فرستادند و قریب شادی بود که بر می خواست. پس از آن برای اینکه مردم از آزادی زندانیان سیاسی اطمینان حاصل کنند، یکی از زندانیان مستقیماً از پشت میکروفون با آنها صحبت کرد. مسعود رجوی در حالی که با احساسات پرشور مردم روبرو گشته بود گفت: آیا هیچ واژه‌ای هست که بشود با به زبان آوردنش از شما مردم تشکر کرد؟ به راستی که ما همه این آزادی را مدیون شما هستیم، نه شخص دیگری و گروهی خاص. به این ترتیب دکتر کاظم رجوی نیز که در آن ایام در سوئیس حقوق تدریس می کرد، به هدفی که از 7 سال و نیم پیش برای تحققش تلاش می کرد رسید: نجات جان مسعود از اعدام و آزادیش از زندان. مسعود رجوی 4 روز بعد در 4 بهمن 1357 در مسجد دانشگاه تهران طی سخنانی برای هزاران تن از دانشجویان و مردم تهران ضمن ارائه گزارش کوتاهی از 14 سال مبارزه و جانفشانی مجاهدین در راه انقلاب و مردم، از جمله درباره تهدیدها و نگرانی‌های مجاهدین پیرامون توطئه‌های ارتجاع و ضد انقلاب گفت: